آقای ایرج مستاقی که اطلاعات فراوانی در باب جمهوری اسلامی و کارگزاران آن دارند. اگه اجازه بدهید عرض ارادت میکنم خدمتشون، خدمت آقای ایرج مستاقی. سلام عرض میکنم قربان. سلام میکنم به شما، همچنین به بینندگان از شنوندگان. امیدوارم که حالتون خوب باشه قربان. خیلی ممنون، متشکرم. امروز روز راهپیمایی حکومتی بود به نام روز قدس با شعار علیه عربستان، با شعار علیه حسن روحانی رئیس جمهوری دور جدید. به نظر می رسد آقای ایرج مستاقی این شعارهایی که امروز علیه روحانی دادند بدون نظر آقای رهبر نباشه، مسلماً دستی از او در کار است. بفرمایید که آیا چه برنامه ایشان برای آقای روحانی داره؟ تصور میکنم که همونجور که شما هم به درستی روش تاکید کردید، قطعاً با نظر ایشونه، قطعاً با نظر بیت رهبری، قطعاً از پشت پرده این شعارها هدایت میشه و عملاً تلاشی است برای مقابله با حسن روحانی. این موضوع برمیگرده به آینده نظام، برمیگرده به اون چه که شاید در ماه‌های آینده، در سال‌های آینده بیشتر باهاش درگیر خواهیم بود. می‌دونید خود آقای خامنه‌ای تاکید کرد روی بنی صدری کردن فضا یا بنی صدری شدن فضا. بسیار بسیار این موضوع معنی داره، به همین خاطر هم هست امروز تاکید میکنن روی مسئله بنی صدری شدن یا بنی صدر یا پیوند بنی صدر و روحانی. و این با توجه به سابقه که ما در دهه 60 داریم، با توجه به تقابلی که بین خمینی و آقای بنی صدر در سال 59 به خصوص در سال 60 بود که به برکناری ایشون منجر شد، معنی داره. اما در هر صورت باید توجه داشت که نه شرایط سال 60 و نه خامنه‌ای خمینی است. حالا هرچند اگر بخواد آقای روحانی در مقابل خامنه‌ای بیسته، اما خامنه‌ای کسی نیست که بتونه از شیوه های خمینی استفاده کنه. بله. آقای مستاقی بفرمایید که روز قدس به هر حال یک روز طبق پیشنهادهای جمهوری اسلامی یک روز به اصطلاح تجمع و وحدت به قول خودشون جهان اسلام است در برابر اسرائیل. اینها وقتی بین خودشون اختلاف دارن، این چه تجمعی است؟ این چه وحدتی است در برابر اسرائیل و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی؟ ببینید نظام جمهوری اسلامی از ابتدا با یه تناقض روبرو هست. اصلا خود نظام جمهوری اسلامی یه تناقضی است در این جهانی که ما به سر میبریم. در واقع این نظام خودش برآمده از چاه قرون وسطاست و پرتاب شده به این دوران. به هر صورت وجود و حضور خود این نظام یه تناقضه. و همونجور که شما به این مسئله به درستی اشاره کردید، در حالی که از ابتدا از روز تشکیل نظام جمهوری اسلامی اینها در درون خودشون با تشدد روبرو بودن. یه موقع این درگیری با آقای بازرگان بود و به اصطلاح لیبرال ها، بعدها کشید به بنی صدر. اومدیم جلوتر، این درگیری باز بین خامنه ای و میر حسین موسوی بود که حتی منجر شده بود به مداخله خمینی و تلاش او برای نگه داشتن در قدرت. جلوتر که اومدیم این درگیری بین هاشمی رفسنجانی و خود خامنه ای بود، کسانی که دو یار جدا ناشدنی میدیدنشون. و بعدها این مشکل رو ما دیدیم بین خود خامنه ای با آقای روحانی، با آقای خاتمی. توجه باید داشته باشیم که مهمترین
مسئله در دوران در واقع انتقال از خمینی به خامنه ای شکل گرفت و اون برکناری آیت الله منتظری به عنوان امید امت و امام و کسی که به قول خمینی به او برای حوزه های علمیه و برای آینده نظام دل بسته. خب این موضوع خامنه ای تصورش این بود که با برکشیدن احمدی نژاد موضوع حل میشه، ولی ببینیم احمدی نژادی که سرباز صفر بود و خامنه ای او رو برکشید و مهندسی آرا او رو به رئیس جمهوری رسوندن، به قول خودشون با یک سری در واقع یک استراتژی چند لایه تونستن اونو به رئیس جمهوری برسونند، باز هم میبینیم این مشکل ایجاد شد و این درگیری و این تخاصم بین خامنه ای و خود احمدی نژاد هم بود و حالا با روحانی که مدت زیادی نمایندگی خامنه ای رو داشته در شورای امنیت ملی. بنابراین این مشکل همیشه بوده در نظام جمهوری اسلامی و بعد هم دم از وحدت شیعه و سنی میزنن، دم از وحدت جهان اسلام میزنن و حتی خامنه ای رو یا قبلا خمینی رو به عنوان رهبر مسلمین جهان معرفی میکردن. طبیعتا اینها تبلیغاتی است که نظام جمهوری اسلامی میکنه و روی در واقعیت نداره. خب روز قدس هم به ابتکار آیت الله منتظری روز قدس رو اینها معین کردن و ایشون بودن که روی روز قدس تاکید داشتن و خب ملاحظه به خاطر حالا این در اون سالهای اولیه یه تشکیل نظام جمهوری اسلامی برای اینکه می‌خواستن توجهات رو به یه جایی جلب کنن برای صدور دونید خمینی در دوران انقلاب میگفت وحدت کلمه داشته باشید در مقابله با شاه، در مقابله با نظام سلطنتی و او رو به عنوان شیطان مجسم نشون میدادن و بعد با در واقع سعی میکردن نیروها رو بسیج کنن برای مقابله با شاه یا نظام سلطنتی. بعد از سقوط نظام پهلوی اونها نیاز داشتن به یک دشمن خارجی. متاسفانه گروه های سیاسی این رو تولید کردن برای نظام و اون امریکا با شعارهای امریکا ستیزانه این مائده الهی، مائده آسمانی رو در دامان خمینی و نظام جمهوری اسلامی انداختن و اونجا بود که خمینی شروع کرد به سر دادن شعارهای ضد امریکایی یا ضد استکباری و شیطان بزرگ معرفی کرد و انقلاب بزرگتر از انقلاب اول. در هر صورت نظام جمهوری اسلامی نیاز داشت در منطقه و برای بسیج مسلمانان به خصوص عقب مانده ترین اونها و آتش افروزی در منطقه و صدور اسلام به در واقع دشمنی با اسرائیل یا میتونم بگم یهود ستیزی. شما میدونید خود قرآن هم سرشار از این موضوع یهود ستیزی هست و مخالفت با یهودیت و دشمنی با اونها. و خب خمینی هم نیاز داشت به این مسئله برای آتش افروزی، نیاز داشت به اینکه در لبنان در مناطق اشغالی اونجا سعی بکنه علیه یهودی ها علیه اسرائیلی ها مبارزه بکنه و میبینید همچنان علی رغم که بسیاری از فلسطینی ها به ایده دو دولت در همون فلسطین رسیدن و در تلاش برای ایجاد صلح هستند، ولی میبینید همچنان رژیم جمهوری اسلامی مخالفت میکنه، دشمنی میکنه با هر نوع صلحی، با هر نوع در واقع تفاهمی. و روز قدس در واقع از اونجایی که آخرین جمعه ماه رمضان هست میتونه موقعی که توجه مسلمانان به ماه روزه و ماه رمضان هست توجه اونها رو جلب کنه، چون خمینی میگفت مشکل بزرگ دنیای اسلام مشکل اسرائیل و بیت المقدس اورشلیم به عنوان اولین قبله مسلمانان و به همین خاطر اینها روی این موضوع تاکید میکنن و در هر صورت روز آخرین جمعه ماه رمضان فرصت مناسبی است برای اینا. آقای مستقی بفرمایید که در وجود این آقای خامنه‌ای چه جرثومه‌ای هست که از او یک شخص لجباز خودرأی درست کرده؟ در واقع خمینی یک ماجرای دیگری است، ولی ایشون در واقع با همه رئیس جمهوراش دشمنی داشته، همه اونها را به دلایلی کنار گذاشته
ما اون دلایل معمولا دلایلی است که دستوری بوده، یعنی دستورشو به هوادارانش میداده و اونا اجرا میکردن. چه چیز در جنس این آقای خامنه‌ای به کار رفته؟ من تصورم اینه که خامنه‌ای هنوز اون آسیب‌هایی رو که در دوران ریاست جمهوریش متحمل شده رو با خودش هم، به خصوص که او نفر دوم بود. علی‌رغم که رئیس جمهور بود، امکان این رو نداشت که نخست وزیر رو به رأی و نظر خودش انتخاب کنه. میدونید که میرحسین موسوی دور اول هم که انتخاب شد به نخست وزیری یا معرفی شد از طرف خامنه ای به مجلس شورای اسلامی، کاندید چندم بود. کاندیداهای قبلی او تماما رد شدن توسط مجلس، از جمله ولایتی و حتی کاندیداهای دیگه هم این وسط بودن، مهمترینش ولایتی بود که اینا همه رد شدن و اونها در واقع به نوعی سر میرحسین موسوی به توافق رسیدن. خب شاید اون موقع تصور میکرد امکان این که بشه با گوشت میرحسین موسوی کنار اومد باشه، ولی در عمل دیدیم نبود و خامنه ای به شدت تلاش کرد میرحسین موسوی رو کنار بذاره، اما خمینی اجازه رو بهش نداد. خامنه ای حتی در اون دوران با اینکه در واقع تمام سابقهش برمیگرده به ارتباطش با نظامی ها، با سپاهی ها، اما تو جبهه مطلقا دست بالا رو نداشت. بسیاری از فرماندهان سپاه و خصوص سپاه پاسداران او رو مورد تمسخر قرار دادن، مخالف او بودن. حتی میدونید که همین محسن رضایی، همین فرماندهان سپاه پاسداران تماما در سال 64 اومدن پشت میرحسین موسوی، تاکید کردن به خمینی چنانچه میرحسین موسوی انتخاب نشه جبهه ها تضعیف میشه. و خب اینها رو خامنه‌ای با خودش داشته. خامنه‌ای در مقابل رفسنجانی همیشه عنصر درجه دوم بود و بعد به خصوص همه ما یادمون هست در دی ماه سال 66 خمینی اون توسری که به خامنه‌ای زد و او رو مورد حمله قرار داد و تاکید کرد که تو مطلقا از ولایت فقیه اطلاع نداری و شناخت نداری، باعث شد که خامنه‌ای بیاد در نماز جمعه و غلط کردن بگه و خمینی دوباره اون رو مورد تفقد قرار داد. ببینید خامنه‌ای مطلقا تصور نمی‌کرد داره چنین موقعیتی بشه. او به دنبال دوران بازنشستگی و تقاعد خودش بود. او به دنبال این بود که یک گوشه‌ای برای خودش پیدا کنه، یا فکر این نمی‌کرد که با توجه به برکناری آیت الله منتظری این همای بخت و اقبال بر شانه او بنشینه. میدونیم که حتی او سعی میکرد خودش رو به نوعی پیش آیت الله منتظری خوب جلوه بده. حتی تبریکی که در سال 66 در سال 67 به آیت الله منتظری گفت به خاطر اون کتابشون که در طب ولایت فقیه نوشته بودن و کتاب سال شده بود، درس‌های ایشون. حتی در دوران کشتار 67 وقتی کشتار تموم شده بود، در بعد از کشتار زندانیان سیاسی چپ، نزد آیت الله منتظری رفته بود با حقه‌بازی، چون متوجه شده بود آیت الله منتظری مخالف کشتارها هستند، به نوعی خودش رو همراه ایشون جلوه بده، در حالی که تو نماز جمعه اومده بود قبلش از همین کشتارها حمایت کرده بود و بعدش هم این کار رو کرده بود. میخوام بگم که این یک سابقه داره و زمانی که به قدرت رسید، خود این جایگاه، خود همین داستان ولایت فقیه و موقعیتی که برای او ایجاد کرد او رو به این سمت برد. میبینید این کینه‌ورزی رو علیه رفسنجانی به خوبی میتونید ببینید. خامنه ای اونقدر در این مسئله مشخصا کینه‌جویی نشون داد که اومد تو نماز جمعه برخلاف سیره او، برخلاف سوابقش، برخلاف شیوهی که در طول سالها داشت، اومد و علناً مطرح کرد که بین آقای رفسنجانی و احمدی نژاد نظر من به احمدی نژاد نزدیکتره. در صورتی که قبلش، چند روز قبلش، رفسنجانی به او در خرداد ماه نامه نوشته بود و به او تاکید کرده بود چنانچه جلوی این داستان رو با پیل نگیری بعداً با پیل نخواهی گرفت. با همه این هشدارهایی که بهش داده بود، او مخصوصاً اومد تو نماز جمعه و بزرگترین اشتباهش رو هم مرتکب شد، چون بعد 4 سال گروگان
احمدی نژاد شد، چون احمدی نژاد دیگه اون رو به دنبال خودش میکشوندش. میخوام بگم که اینها به نظر من عقده های خامنه ایست، اینها کمبود های خامنه ایست و همه اینها باعث میشه که حالا به این شکل خودش رو نشون بده و حالا که حس میکنه قدرت داره، حس میکنه که اوه که ولی فقیه، حالا شده مرجع تقلید، بعد ادعای امامت داره، ادعای مرجعیت اعلم رو داره، چیزی که در هیچ کسی اونو نمیپذیره و بارها میبینیم که از جانب افراد با تمسخر روبرو شده. آیت الله منتظری با شدیدترین کلمات این موضوع رو مطرح کردن، بعد آقای آذری قمی با شدیدترین کلمات ادا کردن و اینا رو گفتن مسخره بازی، گفتن شیعه و مرجعیت رو زیر سوال میبره، اینا چیزایی است که مطرح کرده بودن. بنابراین خامنه ای به شدت از یه جنبه ای تحقیر شده هست و به همین خاطر سعی میکنه که جبران کنه، سعی میکنه خودش رو خیلی قلب قدرت جلوه بده، سعی میکنه اون کمبودهای خودش رو اینجوری اینجا جبران بکنه یا ارضا بکنه شخصیت خودش. در واقع تلاش میکنه که اون عقده خود کمبینی رو خود بزرگبینی جلوه بدهد. بله دقیقا همینطوره. آقای مستاقی بفرمایید که آیا ایشون نقشه‌ای داره برای آقای روحانی؟ چنین به نظر میرسه؟ بله خیلی. ببینید من تصورم اینه که نقشی که خامنه‌ای داره بازی میکنه یه مقدار غیر طبیعیه. رهبر یک نظام تبدیل شده به رهبر اپوزیسیون و حالا یواش یواش داره تبدیل میشه به رهبر شورشیان و رهبر اراذل و اوباش. توجه کنید وقتی اون میاد مطرح میکنه که آتش به اختیار خود و یعنی چی؟ در واقع این اصطلاح نظامی، خود خامنه‌ای هم تاکید میکنه اصطلاح نظامیه و در جایی است که رهبری یا اون فرماندهی در صحنه عمل یا حضور نداره یا ارتباطش به نوعی قطع شده با نیروهای تحت امر خودش در میدان نبرد، اونجا میگن آتش در اختیار خود، یعنی هر کسی دیگه هر چیزی رو صلاح دونست یا کسایی که در صحنه هستن به اون چیزی که به صلاح میبینن اونجوری عمل کنن. خامنه‌ای در واقع داره این رو میگه و این نشون در واقع حاکی از یک به هم پاشیدگی است، حاکی از یک در هم ریختگی اوضاع بعد از انتخابات عقیب. به نظر من خامنه‌ای اون کنترل خودش رو از دست داده. اینها بسیج کردن همه نیروهای خودشون رو، بسیج کردن همه امکاناتشون رو، از حوزه‌های علمیه بگیرید تا نمیدونم جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جامعه روحانیت مبارز، از یک طرف دیگه امکانات آستان قدس رضوی، ائمه جمعه و جماعات، خود سپاه پاسداران، بسیج، کمیته امداد، برای اینکه بتونن یک جنایتکاری مثل ابراهیم رئیسی رو به قدرت برسونن، به ریاست جمهوری برسونن. خودشون هم خیلی مطمئن بودن خیلی جاها، من نمیدونم چه چیزی رو در فکر داشتن، چون به طور طبیعی با توجه به شناختی که از جامعه ایران و مردم ایران داشتیم از نظر من رئیسی هیچ شانسی نداشت. من بارها هم از ابتدا روی مسئله تاکید میکردم که امکان نداره، اونا چی فکر میکنن. همیشه من تصورم این بود که واقعا چطوری شده که رئیسی اومده یا چه قول و قراری به او دادن یا چه برنامه ای رو اینا تدارک. چرا انقدر ناگهانی بودش و چرا انقدر ناگهانی بوده و چرا او که داره مشق رهبری میکنه، اویی که امروز خودش رو کاندیدای رهبری میبینه، حتی کلاس‌های خودش رو تشکیل داده بود، درس خارجش رو از مهر ماه گذشته در مشهد لقب آیت الله بهش داده سپاه پاسداران، پای درس او رفتن نشستن و او سخنرانی‌هایی میکنه و کسایی به دیدار او میرن. خب اینا رو آدم وقتی که میدید خیلی غیر طبیعی بود یه دفعه او بیاد خودش رو بخواد به آرای مردم بگذاره و این در واقع ریسک روی رهبریشه، ریسک روی آیندهشه. خب اومده بود، بنابراین باید این تصور کرد که قول و قراری بوده، باید تصور کرد برنامه تدارک دیده شده ای بوده، اما چرا نشده هنوز مشخص نیست. در وسط ماجرا چه موارد چه مسائلی پیش اومده که عملا نتونستن پروژه رو پیش ببرن، ولی میبینین خامنه ای واکنش هاش بسیار بسیار عصبی است،
واکنش‌های او طبیعی نیست. هر سخنرانی که خامنه‌ای داره میکنه به نوعی داره تمسخر میکنه دولت رو، به نوعی داره تمسخر میکنه روحانی رو. شما توجه کنید روحانی وقتی میاد حتی داره بیلان کار میده، بیلان کار نظام جمهوری اسلامی داره میده و تاکید میکنه که مثلا در طی این مدت به لحاظ اقتصادی چه موفقیت هایی رو حاصل کردن. خامنه‌ای بلافاصله با خنده، با مسخره و تمسخر میگه اینا که وظیفتون رو انجام بدید. و حتی روحانی اونجا لبخند میزنه و متوجه میشه که اون زهرخنده، اگرچه لبخند جلوه میده، خب اینو نباید یه رهبر یک نظام بیاد مطرح کنه. و میدونیم که مسئول یک اقتصاد ایران خود خامنه ایست، به خاطر اینکه طبق قانون هم حتی سیاست های کلان اقتصادی کشور با نظر خامنه ای و با نظر رهبری که تعیین میشه و در شورای و در مجمع تشخیص مصلحت نظامه که اینها در واقع برنامه ریزی میشه. نه طبیعی نیست این نوع برخورد. شما نگاه کنید هنوز 20C رو ول نمی کنید. 20C چیز جدیدی نیست. این سند آموزشی در مهر ماه و در آذر ماه برای خود خامنه ای رفته. جزو شعارهای امروز بود. بله، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی راجبش بحث شده، هیچ صحبتی نبوده، یه دفعه تو انتخابات یاد این افتاده. و شما ببینید تقریبا میتونم بگم 3 یا 4 سخنرانی فقط علیه 20C داشته، علارغم اینکه دولت گفته کنار گذاشتیم، علارغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته کنار گذاشتیم. باز تو صحبت اخیرش راجب 20C صحبت میکنه و اینکه نبایستی اختیار کشور رو، اختیار فرهنگ و آموزش کشور رو به خارجی ها بدیم. باز هم دروغ میگه، به خاطر اینکه اولا این نه کنوانسیونه، نه تعهد و الزام ایجاد میکنه، در صورتی که رژیم جمهوری اسلامی زیر بسیاری از کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی است که تعهد ایجاد میکنه. اولیش مثلا میتونم بگم خود میثاق های بین المللی سیاسی اقتصادی و اجتماعی است که اینها در دهه 70 تصویب شده و رژیم جمهوری اسلامی چون از اینها خارج نشده ملزم به اجرای میده. خود اعلامیه جهانی حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی ملزم به اجراشه. بسیاری از کنوانسیون های بین المللی که وجود هستش، از جمله حقوق کودک، از جمله منع بدترین انواع تبعیض علیه کودکان که در سازمان بین المللی کار تصویب شده و نظام جمهوری اسلامی به اینها تعهد داده و در واقع بخشای زیادی از اون چیزهایی که امروز در همین سند 20C هست در واقع برنامه‌های دیگر سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی است که رژیم متعهد بهش هست، در صورتی که سند 20C اساساً الزام آور نیست و کسی متعهد بهش نمیشه. طبق قوانین بین‌المللی تمام قوانین کشوری وقتی شما به یک سند الزام آور بین المللی ملحق میشید، مثل میثاق‌ها، مثل کنوانسیون‌ها، اونها حتی تفوق دارن بر قوانین داخلی و قوانین داخلی رو شما میبایستی در جهت اونها هدایت بکنید و قوانین رو تغییر بدید. اینا چیزایی است که خیلی مشخصه، روز اول جمهوری اسلامی هم نیستش، الان 40 سال اینا در قدرتن و با این سازوکار بین‌المللی آشنان، ولی خامنه‌ای همچنان روی این مسئله تاکید میکنه و اینها نشون میده که او از ضربه‌ای که خورده همچنان مثل مار به خودش داره میپیچه. حتما برنامه‌ای دارن، حتما در ماه‌های آینده، در سال‌های آینده به خصوص این برنامه رو ما باید پی بگیریم. چرا؟ چون ببینید خامنه‌ای در هر صورت 78 سالشه و خب بیماری‌هایی هم داشته، اگرچه اونچنان که گفته میشه حال بدی الان در حال حاضر نداره. یه شایعاتی بود در فضای مجازی هم پخش کرده بودن که غیر واقعی بود به نظر من، که خامنه‌ای قراره تا انتخابات بمیره یا چند ماه بعدش. می‌بینید 5-6 سخنرانی فقط در ماه رمضان داشته، 1.5 ساعت که هیچ آدم محتضری نمیتونه در ماه رمضان این همه سخنرانی، حتی نماز روز عید فطر رو هم خودش اجرا خواهد کرد. بنابراین خامنه ای به لحاظ جسمی این امکان رو هنوز داره، ولیکن تصورشون این هست که چه بسا در این دوران ریاست جمهوری روحانی اونها خامنه ای با وضعیت ناگواری روبرو بشه به لحاظ جسمی. بنابراین میخوان اسب خودشون رو زین کنن برای آینده، آینده کشور. مسئله بسیار بسیار مهمه، درگیری در سطح رهبری است. موضوع فقط به ریاست جمهوری و اینها بر نمیگرده. روحانی همین رو میدونه. روحانی هم
در واقع این تصور در ذهنش هست. میگم الان خدمتتون کجا به این مسئله داره فکر میکنه و چرا روحانی هم مقابله میکنه. میدونید سیاستی که روحانی در پیش گرفته متفاوت از سیاست هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی است. اونها مطلقاً به دنبال مقابله به خصوص در گفتارشون به طور علنی با خامنه‌ای نمی‌رفتن، ولی روحانی میره. توجه کنید آقای رفسنجانی یک بار برگشت گفت این دوران دوران گفتمان است و نه دوران موشک. وقتی خامنه‌ای گفتش که اگر کسی این رو گفته آگاهانه گفته باشه خیانت کرده، رفسنجانی بلافاصله عقب نشینی کرد، ولی می‌بینیم که روحانی از گفتمانش عقب نشینی نمی‌کنه. در مقابل هر یورش خامنه‌ای از نگاهش و دیدش دفاع میکنه و به خصوص در هفته اخیر، سخنرانی اخیری که روحانی داشت علیه سپاه پاسداران و اینکه اقتصاد رو در واقع به دست یه مشت آدمی که تفنگ دارن دادن، و از طرف دیگه تاکید او روی اینکه دستگاه تبلیغاتی رو هم دارن و باز این تاکید درست نیست. ببینید اینها چیزایی است که حتما سپاه رو به درد، حتما بیت رهبری و خود خامنه ای رو به درد میاره و اونها هم به دنبال نقشه های خودشون هستن. ولی یه مسئله هست، خامنه ای همین رو میدونه و میبینه و اون بی آیندگی نظام جمهوری اسلامی است، به خصوص در ارتباط با موضوع رهبری. ببینید کاندیدای رهبری کیان، یکیش آقای رئیسی بوده که با این وضعیت مواجه شده، چطوری میخواد بیاد فردا ادعا کنه میخواد بر دلها حکومت کنه، کسی که در مقابل روحانی به این ترتیب شکست خورده. از اون طرف آقای هاشمی شاهرودی با بیماری دست به گریبانه، در بیمارستان بستری بوده، بیماریش رو مخفی کردن. حتما که موضوع جدی باید باشه، یا لااقل این حدس و گمان هست. و خب کاندیداهای دیگه کیان؟ لاریجانی، میبینیم این روزها چطوری لاریجانی هر روز میاد موضع‌گیری شداد و غلاظ میکنه به خاطر که میخواد خودشو در دل سپاهی‌ها جا بکنه. اما آیا لاریجانی با اون سوابق این امکان رو داره که سکان رهبری رو دست بگیره؟ فکر نمی‌کنم. یا مثلا خود مجتبی خامنه‌ای، آیا اون میتونه یک دفعه از پرده بیرون بیاد و نقش ولی فقیه رو با توجه به اینکه مطلقاً هیچ سابقه اجرایی نداره یا هیچ سابقه ای به طور رسمی در نظام جمهوری اسلامی نداره، میتونه بیاد یهو بشه رهبر؟ اون مدیر و مدبر و اینها رو کجا پیدا کرده؟ اینا چیزایی است که خب روش دست خواهند گذاشت، به این سادگی نیست. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی با بحران مواجهه. غیر علاوه بر اینکه باید این مسئله رو دید که 40 سال میگذره از تأسیس نظام جمهوری اسلامی تقریبا و تمام امکانات کشور مالی، امکانات اقتصادی همه در دست اینها، بنیادها. شما نگاه کنید یک دونه مشتهد نتونستن درست کنن. این نشون میده که نظام مشکل داره، این نشون میده حوزه های علمیه با بحران مواجه هستن و اساسا خود مرجعیت شیعه با بحران مواجه. وقتی یک کسی مثل خامنه‌ای میتونه بیاد ادعای مرجعیت کنه و مرجعیت اعلی، کسی که مطلقاً اون مراحل عالی فقهی رو طی نکرده، کسی که هیچ سابقه ای نداشته، مطلقاً سابقه تدریس سطوح حتی پایین، نسبتاً پایین فقه رو هم نداشته، چطوری یهو میتونه بیاد بشه مرجع تعیین؟ ببینید اینها خب تأثیرات خاص خودش رو داره. حالا سپاه پاسداران یا یه مشتی اطلاعاتی، به قول آیت الله منتظری، یه مشت بچه اطلاعاتی میتونن با فشار بیان یه کسی رو تحمیل کنن، اما اینا تأثیرات خاص خودش رو میگذاره و این به نوعی میتونه آینده مرجعیت رو و آینده حوزه های علمیه رو با مشکلات اساسی رو. آقای مصداقی، در صحنه بین المللی وضعش لرزانتر از اینه به نظر من. برای اینکه از شعارهاش چنین بد میاد، شعارهای مثل این رئیس جمهوری چاقوکش امریکا، این چاقوکش های امریکا رو دماغشون رو به خاک میبالیم، این رئیس جمهوری چاقوکش رو دماغش رو به خاک میبالیم، اینا چیه؟ اینا میتواند روند ذهنی
یک رئیس جمهوری یا یک رهبر باشه؟ نه مطلقا نمیتونه باشه، به خصوص در دنیای امروز، به خصوص در جهانی که ما زندگی میکنیم و منطقه هم که ما هستیم. ببینید اینم به نوعی مقابله با خود روحانی است و مقابله با دولت هست و سیاست هایی که روحانی در پیش میگیره. روحانی میدونه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد، برای مقابله با تورم و برای ایجاد کار نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است. خودشون میگن سالانه 10 میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است. حالا توجه کنید در منطقه‌ای که همه جاش آشوبه، حالا از اون بگذرید، ولی در کشوری که رهبر نظام جمهوری اسلامی رهبری اپوزیسیونش هم به عهده داره، رهبری اراذل و اوباشش هم به عهده داره و بعد هر روز صحبت است نمیدونم این چاقوکش اینو میزنیم اونو میکشیم اینو میگیریم اونجوری میکنه، آیا کسی میاد در اینجا سرمایه گذاری کنه؟ بنابراین به نظر من بخش اساسی موضوع برمیگرده به مبدأ خراب کردن برنامه های روحانی تا مقابله با خود امریکا. چون خامنه‌ای نشون داده هر جایی که سن به پرزور باشه کوتاه میاد، هر جایی که نیاز به عقب نشینی باشه عقب نشینی میکنه و این رو ما دیدیم. نرمش قهرمانانه رو خامنه ای گفت قبل از اینکه روحانی به قدرت برسه. در دوران احمدی نژاد این خامنه ای بود که دستور شروع مذاکرات رو داد، مذاکرات محرمانه ای که در عمان شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد. خب اینا و بیت رهبری اینا رو اداره میکرد، هم آقای باقری بود برادر داماد خامنه ای و از اون طرف خود ولایتی، یعنی دقیقا نزدیکترین افراد به خود خامنه ای این مذاکرات مخفی رو با امریکایی ها در عمان پیش می بردن. پس الان به دنبال چیز دیگری است، الان به دنبال نوعی تقابله. چون می دونید که به محض اینکه برجام تصویب شد حتی فرمانده سپاه تبریک گفت، از اون طرف اگر یادتون باشه فیروزآبادی تبریک گفت، ولی و مذاکره تلفنی بین اوباما و روحانی شکل گرفت. اونجا بود که خامنه ای وارد شد. خب اولا این مکالمه تلفنی اشتباه بوده و بعد هم گفت موضوع باید در همینجا بمونه. چرا؟ چون نمیخواد جلو بره، چون فکر میکنه این آمریکا ستیزی، این دشمن تراشی میتونه موقعیت او و موقعیت نیروهای نزدیک به او رو در درون کشور ارتقا ببخشه و به همین دلیله که با هر گونه رفع بحران، با هر گونه رفع تشنج مخالفت میکنه و اتفاقا برعکس به دنبال تشنج آفرین نیست، به دنبال بحران سازی است. و خب اینها باعث میشه که وضعیت اقتصادی مناسب نباشه، باعث میشه که چرخ اقتصاد نگرده و چه بسا بعداً این بتونه باعث بشه که یک کسی مثل احمدی نژاد، یک کسی دوباره نزدیک به خود خامنه ای یا از درون بیت او بتونه بیاد قدرت رو بگیره. یا چنانچه اگر خامنه ای در گذشت در اون بلبشویی که در کشور ایجاد میشه چه بسا نیروهایی بتونن بیان و قدرت رو در دست بگیرن، به خصوص نیروهای نظامی. این شرایط رو هیچکدوم ما نمیتونیم الان پیش بینی کنیم، چون در اثر مرگ خامنه ای میتونه همه چیز زیر و رو بشه. میدونید ما تاریخی داریم، تاریخی که همیشه وقتی شاهی رفته و شاهی اومده، حتی زمانی که ولیعهد مشخص بوده ما با بحران مواجه شدیم، بسیاری از هستی ساقط شدن، خیلی ها از عرش به فرش اومدن و خیلی ها برعکس. اینها رو ما همه در تاریخمون دیدیم. به نظر من چه بسا یکی از دلایلی که شاه بیماری خودش رو مخفی داشته بود حتی از فرح پهلوی، به نظر من همین بود، چون شاه شناخت عمیقی نسبت به تاریخ ایران داشت و اینه که من تصور میکنم که چه بسا حراس او از همین مسئله بحران جانشینی بود، در حالی که هنوز رضا پهلوی به سن قانونی نرسیده بود و او اینها رو حدس میزد. من فکر میکنم امروز جامعه، همه نیروهایی که در صحنه هستن به این مسئله فکر میکنن و خامنه ای برای آینده هم داره برنامه ریزی میکنه. چون اگر یادتون باشه خمینی زمانی که میخواست بمیره
یا زمانی که دیگه فکر میکردن او در حال مرگ هست یا سالهای آخر عمرش هست، سعی کردن بسیاری از مشکلات رو به پنجه تدبیر او حل کنن. مسئله زندانیان سیاسی بود که اونو با کشتار زندانیان سیاسی به زعم خودشون مشکل رو حل کردن. از طرف دیگه جنگ پایان جنگ بود، برکناری آیت الله منتظری بود، ایجاد رابطه با عربستان بود، ایجاد رابطه با امریکا بود. همه اینها عملی شد، فقط نرسیدن رابطه با امریکا رو حل و فصل کنن و خب میبینیم همچنان بعد از نزدیک به 3 دهه این مشکل موجوده. بعد از مرگ خمینی الان دقیقا 28 سال گذشته، وارد 29 سال شد. اینی که خامنه ای هم این تصور رو من دارم، اما هرچند نمیتونه نقش خمینی داشته باشه، اما او میخواد مینگذاری بکنه مسیر روحانی رو و مسیر آینده. ببینید اگر خامنه ای در بگذره در شرایطی که ما هستیم، در آقای روحانی در قوه قضاییه که قدرتی نداره، در مجلس خبرگان رهبری که قدرتی نداره، در سپاه که نداره، در دستگاه تبلیغی که نداره، در ائمه جمعه و جماعات که ندارن، یه جا او قدرت داره و اون یه جا من تصورم اینه که در واقع آرای مردمه یا نگاه مردمه یا نقش مردمه. بنابراین باید اینو تصور کنیم، روحانی نمیخواد این اهرم رو از دست بده. مواضعی که اتخاذ میکنه علیه خامنه ای هم به این دلیل، چون خوب یا بد روحانی در صورت 4 سال دیگه بیشتر رئیس جمهور نیست و بعدا نمیتونه کاندید بشه، میتونست به نوعی از تقابل و مقابله با خامنه ای کوتاه بیاد، یا اعیادی که این گونه در مقابل هر صحبت او موضع‌گیری مشخص نکنه، این گونه در مقابل سپاه پاسداران نیسته. ببینید در طول 1 ماه گذشته او موضوع موشک ها رو مطرح کرده که مسئله اصلی خامنه‌ای و سپاه بوده. گفته من مخالف شلیک آزمایش موشکی بودم، مخالف نشون دادن شهرک‌های موشکی بودم. این چیزیست که روحانی در مبارزات انتخاباتیش گفت. و بعد میدونیم که اومد راجع به کشدار سال 67 موضع‌گیری کرد و کشدارها، حالا نه کشدار 67 بهتره بگم، در کشدارها و از اونجایی که رئیسی مرد خورده کشدار 67، موضع‌گیری او علیه موضوع اعدام ها برمیگشت به سال 67. خب ببینید اینها به نوعی در واقع روحانی میخواد یارگیری کنه برای خودش در میان مردم. میدونید مواضع روحانی از طرف اصلاح طلب ها مورد استقبال قرار نگرفته ها. شما نگاه کنید به مواضع 1 ماه گذشته روحانی، یعنی از اواخر مبارزات انتخاباتی تا الان، شما هیچ کجا نمیبینید که اصلاح طلب های درون نظام به حمایت از او اومده میشن. حتی در مبارزات انتخاباتی هم نمیومدن، همه جا پشت او رو خالی کردن. در صحبت های الانش هم که علیه سپاه پاسداران کرد، علیه در واقع نفوذ اونا در اقتصاد، در تبلیغات کردن، اصلاح طلبان مطلقا پشت روحانی نیومدن، چون اونها هنوز به دنبال این هستن که به نوعی خودشون رو وارد چرخه سیستم کنن. اونا اصلاح طلب نیستن، در واقع استمرار طلبن، به دنبال استمرار حضورشون در قدرتن، به هر خس و خاشاکی متوسل میشن، به هر حزیزی، به هر حقارتی تن میدن. اینه که شما ملاحظه میکنید حتی میان موضع‌گیری میکنن شداد و غلاظ پشت حمله موشکی به داعش میان. نگاه کنید چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، شما موضع‌گیری مهاجرانی رو در خارج از کشور ببینید، دقیقا موضع‌گیری سپاه پاسداران و حمایتی که میکنن، این رو در داخل کشور هم ملاحظه میکنید. در صورتی که این حمله موشکی علی رغم اینکه تصویب شده در به نظر من در اونجوری که گفته میشه در شورای امنیت ملی، اما دقیقاً بر علیه روحانی، سیاست روحانی و برنامه‌های اوست، هرچند که روحانی به این رأی داده، هرچند که با اون موافقت کرده، اما بر خلاف میلش راه دیگه‌ای نداشته. اما کسانی که در بیرون هستن و این گونه وارد ماجرا میشن و اینجوری حمایت میکنن و اینجوری بر این آتش میدمد، به نظر من نشون دهنده ماهیت این هاست. مهاجرانی به دنبال بازگشته،
زیر قبای خامنه ای، زیر قبای همین ها، کسی که اسنادش بیرون اومده از عربستان سعودی پول گرفته و بعد درخواست کرده حتی برای فرزندش کمک هزینه تحصیلی بدن، حالا این گونه موضع‌گیری ها به نظر من از اونجا برمیاد. اینی که روحانی تنهاست و به نظر من مواضع خامنه ای چه در رابطه با موشکباران، چه در رابطه با عربستان، چه در رابطه با اسرائیل و چه در رابطه با امریکا و به خصوص دولت امریکا، من فکر میکنم بخشش مقابله با دولت روحانی است و برنامه های آقای مساقی. در واقع باید گفت پاسخها و پدافند آقای روحانی دقیقاً تقابل با آقای رهبر است و کم نیورده از اون. مثل اینکه نه نه مطلقا. و نکته عجیب هم همین جاست. عرض کردم خدمتون در طول سالهای گذشته سابقه نداشته. ولی در یه نقطه بنی صدر در مقابل خمینی ایستاد، اونم توی ماه آخر بود، وگرنه تا قبل از اون هیچ تنش و درگیری بین شخص خمینی و بنی صدر نبود. فقط تو اون ماه آخر که خمینی از او خواست به او تمکین بکنه، بیاد علیه نیروهای سیاسی دیگه موضع‌گیری کنه، با او همراهی بکنه در سرکوب، و بنی صدر این کار رو نکرد و رئیس جمهوریش رو هم به خاطر همین داد. به نکته روشن زندگی سیاسی بنی صدر، علی رغم همه اشتباهاتی که چه بسا مرتکب شده و همه ماها در زندگی سیاسی مرتکب شده، منتها بنی صدر نکته روشن رو داره در تاریخ زندگیش. اما این رو باید توجه بکنیم که روحانی امروز به طور علنی در مقابل خامنه‌ای ایستاده. البته احمدی نژاد هم در مقابل خامنه‌ای یه جایی نیستاد، اما این رو توجه کنید، خامنه‌ای گروگان احمدی نژاد، خامنه‌ای هیچ راهی نداشت، راه پس و پیش نداشت. چون ببینید اگر خامنه‌ای می‌خواست علیه احمدی نژاد بیاد کاری انجام بده، دقیقاً یعنی رفته بود تو زمین بازی خود هاشمی رفسنجانی، چون هاشمی رفسنجانی صریحاً گفته بود اگر جلوی اینو با بیل نگیرید برده با پیل نمیتونید بگیرید. و خب این یعنی چی؟ یعنی تایید گفته هاشمی رفسنجانی. علی‌رغم همه مخالفت هایی که احمدی نژاد میکرد با نظرات خامنه ای، ولی شما میبینید خامنه ای دائم از او حمایت میکرد، حتی جلوی مجلس ایستاد برای اینکه رد صلاحیت نکنه اون کاندیداهای وزارت رو. و از طرف دیگه علی‌رغم 11 روز خانه نشینیش، منتها هیچ کاری صورت نداد. خامنه ای آدمی نبود که در مقابل یه همچین خیره سری هایی سکوت بکنه. ولی به خاطر موضوع رفسنجانی و به خاطر در واقع کینه‌ای که از رفسنجانی داشت، حاضر بود همه این حقارت ها رو بپذیره. برای چون جلوی تلویزیون در نماز جمعه اومده بود و این حرفا رو زده بود، حالا گروگان بود. احمدی نژاد آدم هوشیاری بود، خوب می‌فهمید اینا رو. و بعدش هم می‌بینیم که حتی احمدی نژاد که داشت دورانش تموم می‌شد، خامنه‌ای باهاشون دیدار کرد، حمایت آنچنانی دوباره از احمدی نژاد و از سیاست‌های او و از دولت پرکار او کرد. یک بار از این صحبت‌ها در طول این مدت از روحانی نکرده. و چرا؟ چون باز گروگان بود. و حتی او رو به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد، برای اینکه بخواست بگه که من همچنان از اون حمایت می‌کنم. ته دلش این نبود. خب امروز ولی روحانی به این ترتیب در مقابل او ایستاده و نشون میده که میخواد بایسته. البته باز من یه موضوع دیگه را خدمتتون بگم. از اون جایی که دولت رو باید تعیین بکنن در ماهایده، من فکر میکنم که بخشی از موضوع برمیگرده به تلاش خامنه ای برای اینکه دولتی سازگارتر سر کار بیاره و دست روحانی رو در تشکیل کابینه جدید ببنده. اینم
بخشی از سیاست های خامنه‌ای میتونه باشه. اما هرچه جلوتر بریم در مسیری که قرار گرفتیم، به نظر من هر دو طرف مجبورن تشدید کنن، چون تو سرازیری قرار گرفتن. این یکی میگه، اون یکی در مقابلش میگه، یکی باید کوتاه بیاد که تا اینجا هیچ کدومشون کوتاه نیومدن و هی این تشدید شده و هی این سرعتش بیشتر شده و معلوم نیست به کجا میره. اما در هر صورت هر دو طرف ماجرا وضعیت منطقه رو میبینن، آشوبی که در منطقه است رو میبینن، تحولاتی که در عربستان صورت گرفته با حمایت امریکا این رو میبینن، تحولاتی که در قطر هست، اینها همه دست به دست هم میده و احتمال تقابل و برخورد با امریکا در خود سوریه هست، به ویژه که رژیم سعی میکنه راه زمینی به بیروت رو ایجاد بکنه از طریق ایران، عراق، سوریه، بیروت، و عملا این میتونه در تقابل با نیروهای امریکایی در اونجا و همچنین نیروهای اسرائیلی قرار بگیره، چون اسرائیل مطلقا نمیخواد اینها رو در کنار خودش، در کنار مرزهای خودش، در یک مرز دیگه هم ببینه. خب اینا همه دست به دست هم میده و شرایط بسیار متحوله. من فکر میکنم خود بازیگران صحنه هم نمیدونن چی میشه، حالا چه برسه ما بخوایم تحلیلش کنیم. آخرین سخن این است که بالاخره روشن شده است که مرگ رفسنجانی دست چه کسی در آن بوده؟ ببینید، من فکر میکنم مرگ رفسنجانی یکی از شانس‌های خامنه‌ای، نه اینکه کسی دستی در او داشته باشه. خب میدونید قبلا اگر توجه میکنید آیت الله منتظری در حساس‌ترین شرایط سال 88 در آذر ماه درگذشتن. آیت الله منتظری میتونستن یه وزنه باشن، آیت الله منتظری میتونستن نقش خیلی مهمی در اون سال داشته باشن، در سال 88 در آذر ماه ایشون درگذشت. به نظر من بعضی موقع بعضی حوادث پیش میاد. رفسنجانی هم خب 82 سالش بوده و در این سن برای همه مرگ هست و برای ایشون هم. بعضی چیزها هم دست به دست هم داده احیانا. میدونید رفسنجانی دشمن که کم نداشت. خب خیلی ها به دنبال این بودن گزک ازش بگیرن، خیلی ها دنبال این بودن مثلا فیلمشو در حال شنا بگیرن، عکسشو مثلا با اون وضعیت شما تصورشو بکنید مثلا رفسنجانی لخت باشه با مایو توی آب. خب اینو اگه عکسشو کسی بگیره، اینو اگه فیلمشو کسی بگیره، بعد بیان این رو منتشر کنن مثلا تو حوزه های علمیه، پیش مراجع، در خیلی از مراکز و مراجع رژیم، فکر نمی کنم صورت خوشی داشته باشه. رفسنجانی گرگ بارون دیده بود، میدونست که دشمنانش در واقع به هیچ حرمتی رو نگه نمیدارن، هیچ حریمی رو حفظ نمی کنن. میفهمید چه بسا خب میدونید اون روز تنها بیره، هیچ موقع نمیذاشت کسانی که همراهش بودن وارد استخر بشن، حتی هر موقع وارد استخر میشد فیلم ها رو، دوربین ها رو خاموش میکرد مبادا که عکسی گرفته بشه، فیلمی گرفته بشه یا او رو در جریان شنا کردن مورد زیر نظر بگیرن. بنابراین همه اینها رو در نظر داشت. ولی خب میدونید شما همینا میتونه در واقع بشه عامل مرگتون، عامل قتلتون. ببینید خمینی وزارت اطلاعات رو تشکیل داد برای چی؟ برای حفظ نظامش، برای حفظ اون چیزی که ایجاد کرده بود، نظام جمهوری اسلامی. اما وقت. همین وزارت اطلاعات فرزند او رو کشت، یعنی در واقع اون همه تمهیدات رو داشت ولی قاتل فرزندش وزارت اطلاعات. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای ایرج مصداقی، خیلی ممنون به خاطر اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنون از شما، همچنین از بینندگان و شنوندگان. بنده هم تشکر میکنم از بینندگان عزیزمون و با سپاس از آقای بهروز مشکینیار، کارگردان خوب این برنامه. و ما امیدوارم که باز هم بتوانیم با شما گفتگو کنیم. آقای مصداقی، شب و روز همگی خوش.